در حالی که فرانسه مدعی است مهد حقوق بشر به شمار می رود، ماجرای شکنجه و قتل زندانیان در زندانهای این کشور، ادعاهای مسئولان فرانسه را در خصوص حقوق بشر زیر سوال برده است. دنی آرتون از زندانیان سیاه‌پوست در فرانسه بود که در سال 2007 در زندان درگذشت. بر اساس اعلام رسمی، علت مرگ او دعوا با یک زندانی دیگر اعلام شد. اما امروز شاهد جدیدی که در همان زندان بود این ادعا را رد می کند. چندین زندانبان به جان زندانیان افتادند و به شدت به اعمال خشونت روی آوردند. این خشونت ها انقدر زیاد بود که یکی از زندانیان بیهوش به زمین افتاد. نکته قابل توجه این است. کشورهای اروپایی و غربی مدعی هستند شکنجه در این کشورها بر اساس قانون است و خلاف حقوق بشر به شمار نمی آید. اما جالبتر از همه این که رسانه های آمریکایی همسو با سیاست های واشنگتن تلاش می کنند با بازی با الفاظ و شیوه های رسانه‌ای از افشای واقعیت های مربوط به شکنجه زندانیان در زندان های آمریکا خودداری کنند. رسانه های آمریکایی حتی از استفاده واژه شکنجه نیز اکراه دارند. آنها به جای واژه شکنجه از عبارت های از قبیل برخورد شدید، سوء رفتار با زندانی و امثال آن استفاده می کنند. اگر به جای شکنجه بگوییم شیوه های شدید بازجویی، می توانیم به جای سرقت از بانک نیز بگوییم شیوه های تند جمع کردن پول. We could have a long argument about what torture is. Prisoner abuse, rough treatment of some Al Qaeda. ادعای این وکیل حقوق بشر نیز شنیدنی است. متاسفانه کشورهای نظیر انگلیس و آمریکا برای فرار از اتهام شکنجه مظنونان آنها را به کشورهای نظیر پاکستان میبرند که در آنجا شکنجه را به صورت سیستماتیک انجام میدهند. شکنجه زندانیان در آمریکا ادعای این کشور را در حمایت از حقوق بشر برملا کرده، به طوری که دیگر آمریکا نمیتواند نقض حقوق بشر را در کشورهای دیگر مورد مؤاخذه و انتقاد قرار دهد.